سرخط خبرها تأکید اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. دو تن در بادغیس از سوی تفنگداران ناشناس کشته و زخمی شدند. نگران کننده ترین خبر که با شنیدنش همه چیز ضرب صفر شد. مشروع خبرها دومین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا برگزار شد و اعضای این نشست در آن روی وضعیت روی به وخامت افغانستان صحبت و بر مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق و آزادی های شهروندان این کشور تاکید کردند. در این نشست روز جمعه 12 جوزا به میزبانی قرقیزستان در شهر چلپون آتای این کشور برگزار شد که سران 5 کشور آسیای مرکزی و چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و تیم همراهش در آن اشتراک کردند. در بیانیه مشترک این کشورها آمده است طرفا بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر و نماینده در افغانستان تاکید و بر اهمیت ارتقا و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه شهروندان افغان به ویژه زنان، دختران و گروه های قومی پافشاری کردند. از سوی دیگر میان شورای اتحادیه اروپا و سران کشورهای آسیای مرکزی روی تأجیل تلاش ها برای مبارزه با گسترش ایدئولوژی تروریسم و تبلیغات از طریق اینترنت توافق صورت گرفت. رئیسان جمهور ازبکستان و تاجیکستان نسبت به وخامت اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کردند. با گفته آنان تلاش‌های جامعه جهانی برای کمک به مردم افغانستان به گونه اصولی و مطابق با قوانین بین‌المللی معیارها و اصول شناخته شده جهانی است. افزون بر این شرکت کنندگان در این نشست بار دیگر بر همکاری‌های چند جانبه و دو جانبه سودمند بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه‌های مختلف تأکید کردند. دو تن در بادغیس از سوی تفنگداران ناشناس کشته و زخمی شدند. منابع محلی در ولایت بادغیس میگویند که تفنگداران ناشناس در این ولایت یک تن را کشته و یک تن دیگر را زخمی کردند. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که این رویداد پنج شنبه شب در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر قلعه نو رخ داده است. تا هنوز دلیل و انگیزه این رویداد مشخص نشده و در مورد هویت قربانیان اطلاعات در دست نباشد. طالبان وقوع این رویداد را تایید میکنند اما در مورد چگونگی آن چیزی نمیگویند. چند پیش نیز تفنگداران ناشناس یک زن را در مرکز شهر قلعه نو به قتل رسانده بودند. پس از قدرتگیری طالبان قتلهای مرموز و هدفمند به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. سفیر امریکا در تاجیکستان: ایالات متحده از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کند. سفیر امریکا در تاجیکستان گفته است که ایالات متحده از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کند. مانوئل میکالر در مصاحبه با رسانه آسیا پلاس تاجیکستان گفت که امریکا از همه طرف ها می خواهد خویشتنداری کنند و وارد گفتگو شود. با گفته و این تنها راه است که افغانستان قادر خواهد بود مشکلات خود را به شیوه پایدار حل کند. سفیر امریکا در پاسخ به این سوال که چرا ایالات متحده آشکار از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود تنها نیروی مقاومت علیه طالبان که مانند ایالات متحده، تاجیکستان و بیشتر کشورهای جهان میخواهد در افغانستان دولت ایجاد شود که حقوق بشر در آن رعایت میشود، حمایت نمیکند، پاسخ داد: ایالات متحده از مخالفان مسلح در افغانستان حمایت نمیکند. متن این مصاحبه روز جمعه 12 جوزا در وبسایت رسانه آسیا پلاس تاجیکستان منتشر شده است. سفیر امریکا در تاجیکستان در عین حال گفته که واشنگتن از اگست 2021 تا کنون بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان کرده است. مانوئل میکالر گفت که ایالات متحده نگرانی های تاجیکستان در مورد تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان را هم درک میکند و کشورش بیش از 60 میلیون دلار برای تقویت مرزها و مبارزه با تروریسم به دوشنبه اختصاص داده است. آشنایان تاکتیکی و متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی ایران. صمد پاینده، گزارشگر. نوسان‌های اخیر در روابط دولت ایران و گروه طالبان بحث‌های را میان افغان‌ها در پی داشته و سیاسی‌ها، تحلیلگران و فعالان رسانه‌ای حدس و گمان‌های در مورد آینده رابطه ایران با طالبان مطرح کردند.
برخی میگویند که ایران در دفاع از طالبان دچار خطا شده و اکنون در پای اصلاح آن است. آن تبصره ها را می توان در دو دسته جمع بندی کرد. یکی این که حمایت ایران از طالبان مقطعی و حتی از روی خطای محاسباتی بوده است و دیگر این که حمایت ایران از طالبان حساب شده و استراتژیک است. دو ایران زمانی که طالبان به کابل برگشتند ما حداقل با دو واکنش از سوی ایرانیان مواجه شدیم. کسان با غیر طالبان عمیقا احساس همدلی کردند، ایده از آنان در رسانه ها با مردم افغانستان هم صدا شدند و از مهاجران و آنان که از ترس سرکوب و انتقام طالبان فرار میکردند حمایت کردند. در مرز افغانستان و ایران و در داخل ایران کمپین های برای نجات افغان های در خطر برای انداختن این بخش واکنش مردم ایران گسترده بود. توده مردم ایران به خصوص آنانی که مخالف نظام طالبانی هستند و توسعه دموکراسی را در منطقه حمایت میکنند از تسلیم دهی قدرت به طالبان ابراز نارضایتی کردند. گروه دیگر که دولت مردان و محافظه‌کاران بودند پیروزی طالبان را جشن گرفتند و آن را برای امنیت و ثبات منطقه پیشرفت عنوان کردند. آنان از تغییر این گروه و از اتحاد این گروه بر ایجاد حکومت همشمول سخن گفتند. تعداد آشکارا دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاسی ایران را در رقم زدن آن تغییر سهیم می‌دانستند و از اینکه سالها همکاری سیاسی و تسلیحاتیشان با این گروه به نتیجه رسیده بود احساس پیروزی می‌کردند. خلاصه نظام جمهوری اسلامی ایران آشکارا کنار طالبان استاد و هر گونه اعتراض و مقاومت علیه این گروه را آشوب طلبی و توطئه آمریکا خواند. سخن آقای کاظمی قومی که در ماه اسفند سال گذشته گفته بود آمریکا با سازماندهی جبهه مقاومت در افغانستان در پی آشوبهای داخلی است، کسان را که تصور میکردند شاید ایران حداقل پنهانی از جبهه مقاومت حمایت کند ناامید ساخت و برای دهی آن سخنان دور از انتظار به نظر میرسید. آقای قومی با آن که چند روز بعد سخنش را توجیه کرد و کوشید موضعش را نرمتر کند اما سخن تازه نزده بود و آنچه را در جلسات رسمی حکومتی ها در ایران جریان داشت و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایجاب میکرد بیان کرده بود. ایران بعد از برگشت طالبان به این موضوع نیفتاده بود بلکه آن را برای سالها رفته بود و خود را سهامدار طالبان میدانست. آنان در بخش‌هایی از افغانستان افراد را در میان طالبان به صورت مستقیم تمویل میکردند. شورای طالبان داشتن قماندانهای قدرتمند را در فرا و هلمند متحد می ساختن و انتظار داشتند که در دولت طالبان آنان سهم قابل توجه به دست آورند. رهبران طالبان نیز بعد از ملا عمر روابط ویژه با ایران برقرار کرده بودند. ملا اختر منصور بعد از آن که خانواده‌اش را به ایران انتقال داده بود و پس از 1.5 ماه اقامت در آنجا هنگام برگشت به کویته کشته شد، ملا هیبت الله نیز در آغاز رهبریش برای دوری جستن از تنش‌هایی که برای تصاحب قدرت در پاکستان جریان یافته بود و نیز تقویت نفوذش در شورای مشهد حدود 1 ماه در ایران به سر برده بود. اینها معلوماتی است که در اختیار عموم قرار گرفته و احتمالاً پشت این روابط داد و گرفت‌های بسیار سخت دادند.